سلام، من احمد نصرتی هستم با مجموع جلبک برای همه در خدمت شما. مواردی که قبل از شروع پرورش جلبک اسپینال باید در نظر گرفته بشه. اولین مورد اینه که با دانش خودتون هیچ وقت شروع نکنید. سعی بکنید در یک دوره شرکت بکنید و تحت نظر یک مشاور کار رو شروع بکنید یا حداقل یک دوره کارآموزی رو طی بکنید. این در این کاری که انجام بدیم باعث میشه که شما خیلی از اشتباهات رو مجددا تکرار نکنید. اون زمان که ما شروع به کار کردیم خب تقریبا کسی دست به آتیش نداشت، کسی کار نمیکرد. بنابراین ما خودمون شروع کردیم به کار و خیلی هزینه دادیم. منتها افرادی که تازه میخوان شروع بکنن دیگه نباید اشتباهات رو تکرار بکنن. الان خیلی دورهای خوبی برگزار میشه و مطالب خوبی هم در اینترنت میتونید پیدا بکنید. در کنار همدیگه اینا رو اگر داشته باشین و یک تجربه هم بتونین کسب بکنین به عنوان کارآموز خیلی خوبه. هنوز من فنی حرفه‌ای رو ندیدم که بتون دوره خوبی برگزار بکنم. معمولا اساتیدی که هستم به صورت شخصی دارن دوره برگزار میکنن که دوره‌شون هم هر روز داره بهتر میشه. نکته بعدی اینه که از مقدار بزرگ هیچ وقت شروع نکنید. یعنی سعی نکنید که یک مزرعه بزرگ رو به عنوان هدف اولتون ببینید. سعی کنید از مقدار کوچیک، در یک حتی میتونه در یک پت 10 لیتری باشه، در یک آکواریوم باشه، کارو شروع بکنید. وقتی که شما دستتون اومد که جلبک چه خاصیتایی داره، چه ویژگی هایی داره که بعد اونها رو حتما رعایت بکنیم، بحث نور از دما هست، بحث مختلف هست، حالا اگه تو دورهای کسی دیگه شرکت دوره ما شرکت بکنیم کامل بهتون توضیح داده میشه. این نیاز داره که یک دوره کوچیکی داشته باشین، درت پایلوت داشته باشین که بتونین این ایرادات خودتون رو پیدا بکنین که در مقیاس بزرگتر دیگه این ایرادات رو تکرار نکنین، متحمل هزینه بشین. پس دومین مورد شد که در مقیاس کوچیک شروع بکنین. و توصیه خود من اینه که کسایی که میخوان بیان وارد کار بشن با جلبک انسانی هم شروع نکنن، چون جلبک انسانی یک سری بحث بهداشتی داره و یک سری مسائل حاشیه‌ای دیگه داره که هزینه بیشتری رو میبره برای شروع کردن. به نظر من جلبک دامی شروع بکنید که هم هزینه کمتری برای شروع داره و هم این که شما میتونید جلبک رو راحت‌تر بفروشید. بحث دامی باشه دیگه نیازی نیست یک فرد رو متقاعد بکنید که جلبک شما الان نمیدونم بحث بهداشتش رعایت شده رعایت نشد. بس دامی خیلی راحت‌تر با شما کار میکنن که معمولا پرورشدهندهای ماهی میتونن مورد خوبی باشن برای بازاریابی شما. پس سوم مورد هم این شد که جلبک دامی رو بخوان کار بکنن. در ادامه هم شما میتونید مزرعه خودتون رو راه بندازید، یعنی در محلی که یعنی شما همین کارا رو کردین، یعنی استارت زدید و تونستید جلبک تولید بکنید، میتونید دنبال احداث مزرعه. حالا مزرعه که شما تولید می‌کنید باز توضیحات خاص خودش داره که در دوره بیشتر توضیح داده میشه، ولی اینجا به صورت کوتاه بخوام بگم شما میتونید برین توی حالت سربسته مزرعه داشته باشین یا روباز داشته باشین. که تو حالت روباز معمولا گرید دامی تولید میشه که تو ایران هم هنوز بهش مجوز داده نشده و بیشتر حالت سربسته است. انشالله من چیزی که در تصور خودم هست با گذر زمان مجوز استخر روباز هم داده میشه و شما میتونید از استخر روباز هم استفاده کنید. فایده استخر روباز نسبت به استخر روباز اینه که هزینه کمتری برای احداث استخر را دارین و جلبک تولید میشه هم استحصالش میتونه مکانیزه تر باشه و بهتر برقرار بشه در حالت آکواریوم بخواد باشه. پس سعی کنید که با راهنمایی دیگران کارو شروع بکنید و بیگدار به آب نزنید.